سلاح هسته‌ای نه تأمین کننده امنیت و نه مایه تحکیم قدرت سیاسی است، بلکه تهدیدی برای این هر دو است. حوادث دهه 90 قرن 20 نشان داد که داشتن این تسلیحات نمیتواند رژیمی همانند شوروی سابق را هم حفظ کند. امروز نیز کشورهایی را میشناسیم که با داشتن بمب اتم در معرض امواج ناامنی‌های مهلکند. جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح هسته‌ای و شیمیایی و نظائر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌داند. ما شعار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را مطرح کرده‌ایم و به آن پایبندیم. این به معنی چشم پوشی از حق بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تولید سوخت هسته‌ای نیست. استفاده صلح‌آمیز از این انرژی بر اساس قوانین بین المللی حق همه کشورهاست. همه باید بتوانند از این انرژی سالم در مصارف گوناگون حیاتی کشور و ملتشان استفاده کنند و در اعمال این حق وابسته به دیگران نباشند. چند کشور غربی که خود دارنده سلاح هسته‌ای و مرتکب این کار غیرقانونی‌اند، مایلند توان تولید سوخت هسته‌ای را نیز در انحصار خود نگه دارند. حرکتی مرموز در حال شکل‌گیری است تا انحصار تولید و فروش سوخت هسته‌ای را در مراکزی با نام بین المللی ولی در واقع در پنجه چند کشور معدود غربی تثبیت و دائمی کند. طنز تلخ روزگار ما آن است که دولت آمریکا که دارنده بیشترین و مرگبارترین سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی و تنها مرتکب به کارگیری آن است، امروز می‌خواهد پرچم مخالفت با اشاعه هسته‌ای را به دوش بگیرد. آنها و شرکای غربیشان رژیم صهیونیستی غاصب را به سلاح‌های هسته‌ای مجهز کرده و برای این منطقه حساس تهدیدی بزرگ فراهم کرده اند. اما همین مجموعه فریبگر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای کشورهای مستقل بر نمی‌تابند و حتی با تولید سوخت هسته‌ای برای رادیو داروها و دیگر مصارف صلح‌آمیز انسانی با هرچه در توان دارند ستیزه‌گری می‌کنند. بهانه دروغین آنان بیم از تولید سلاح هسته‌ای است. در مورد جمهوری اسلامی ایران آنان خود می‌دانند که دروغ می‌گویند، اما سیاست ورزی آنگاه که کمترین اثری از معنویت در آن نباشد دروغ را هم مجاز می‌شمارد. آیا آن که در قرن 21 زبان به تهدید اتمی می‌گشاید و شرم نمی‌کند از دروغگویی پرهیز و شرم خواهد کرد؟ من تأکید می‌کنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد کرد. شعار ما انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس است. ما بر این هر دو سخن پای خواهیم فشرد و می‌دانیم که شکستن انحصار چند کشور غربی در تولید انرژی هسته‌ای در چهارچوب معاهده عدم اشاعه به سود همه کشورهای مستقل و از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است. تجربه 3 دهه ایستادگی موفقیت‌آمیز در برابر زورگویی‌ها و فشارهای همه جانبه آمریکا و متحدانش
جمهوری اسلامی را به این باور قطعی رسانده است که مقاومت یک ملت متحد و دارای عزم راسخ قادر است بر همه خصومت‌ها و عنادها فائق آید و راه افتخارآمیز به سوی هدف‌های بلند خود را بگشاید. پیشرفت‌های همه جانبه کشور ما در دو دهه اخیر واقعیتی است که در برابر چشم همگان قرار دارد و رصد کنندگان رسمی بین المللی مکررن بدان اذعان کردند و این همه در شرایط تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و تهاجم تبلیغاتی شبکه‌های وابسته به آمریکا و صهیونیسم اتفاق افتاده است. تحریم‌هایی که یاوه‌گویان آن را فلج کننده نامیدند نه تنها ما را فلج نکرده است و نخواهد کرد، بلکه گام‌های ما را محکم‌تر و همت ما را بلندتر و اطمینان ما را به درستی تحلیل‌های خود و نیز به توانایی درونزای ملتمان راسخ‌تر کرده است. ما یاری خداوند را در این چالش‌ها بارها و بارها به چشم دیده‌ایم. میهمانان گرامی، لازم می‌دانم در اینجا از یک مسئله بسیار مهم سخن بگویم که اگرچه مربوط به منطقه ماست ولی ابعاد گسترده آن از این منطقه فراتر رفته و سیاست‌های جهانی را در طول چندین دهه تحت تأثیر قرار داده است و آن مسئله در داور فلسطین است. خلاصه این ماجرا آن است که یک کشور مستقل و دارای شناسنامه روشن تاریخی به نام فلسطین بر اساس یک توطئه وحشتناک غربی با سردمداری انگلیس در دهه 40 قرن بیستم از ملت آن غصب و به زور سلاح و کشتار و فریب به جماعتی که عمدتاً از کشورهای اروپایی مهاجرت داده شده اند واگذار گردیده است. این غصب بزرگ که در آغاز با کشتارهای جمعی مردم بیدفاع در شهرها و روستاها و راندن مردم از خانه و کاشانه خود به کشورهای هم مرز همراه بود، در طول بیش از 6 دهه همچنان با همین جنایت ها ادامه یافته است و امروز هم ادامه دارد. این یکی از مهمترین مسائل جامعه بشریت است. سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب صهیونیست در این مدت از هیچ جنایتی پرهیز نکردند. از کشتار مردم و ویران کردن خانه ها و مزارع آنان و دستگیری و شکنجه مردان و زنان و حتی کودکان آنان تا تحقیر و توهین به کرامت این ملت و سعی در نابودی و هضم آن در معده حرامخوار رژیم صهیونیستی و تا حمله به اردوگاه های آنان در خود فلسطین و در کشورهای همسایه که میلیون ها آواره را در خود جای می داده است. نام های صبرا و شتیلا و قانا و دیر یاسین و امثال اینها با خون مردم مظلوم فلسطین در تاریخ منطقه ما ثبت شده است. اکنون نیز پس از 65 سال هنوز همچنان همین جنایت ها در رفتار گرگان درنده صهیونیست با باقی مندگان در سرزمین های اشغالی ادامه دارد. اونها پی در پی جنایت های جدیدی می آفرینند و منطقه را با بحران تازه‌ای روبرو می کنند. کمتر روزی است که خبری از قتل و جرح و زندانی کردن جوانهایی مخابره نشود که به دفاع از وطن و کرامت خود برخواسته و به ویرانگری مزارع و خانه های خود اعتراض کرده اند. رژیم صهیونیستی که با براه انداختن جنگ‌های فاجعه‌بار و کشتار مردم
و اشغال سرزمین‌های عربی و سازماندهی تروریسم دولتی در منطقه و جهان، ده ها سال ترور و جنگ و شرارت به راه انداخته، ملت فلسطین را که برای احقاق حق خود به پا خواسته و مبارزه می کنند تروریست می نامد. و شبکه رسانه های متعلق به صهیونیسم و بسیاری از رسانه های غربی و مزدور نیز با زیر پا گذاشتن تعهد اخلاقی و رسانه‌ای این دروغ بزرگ را تکرار می کنند. سردمداران سیاسی مدعی حقوق بشر نیز چشم بر این همه جنایت بسته و بدون شرم و پروا از آن رژیم فاجعه آفرین حمایت کرده و در نقش وکیل مدافع آن ظاهر می شوند. سخن ما آن است که فلسطین متعلق به فلسطینی هاست و ادامه اشغال آن ظلمی بزرگ، تحمل ناپذیر و خطری عمده برای صلح و امنیت جهانی است.